مارک پامپو وزیر خارجه آمریکا طی سخنانی در مقر وزارت خارجه درباره سفر اخیر خود به خاور میانه گفت در این منطقه تلاش های دیپلماتیک قدرتمندی برای جلوگیری از رفتار بی رژیم ایران در سوریه، یمن و سراسر منطقه ضروری است. وی همچنین گفت ما باید با تهدید تروریسم افرادگرای اسلامی مقابله کنیم. ریشارد گرلر سفیر جدید آمریکا در آلمان در مصاحبه با فاکس نیوز The Iran deal. Uh, it's largely believed that he's not going to recertify this on May 12th. So you're going to be in a situation where you're going to perhaps have to broach that discussion with Chancellor Merkel. Do you think there's room for European countries to come along and renegotiate that deal? Let me tell you where there is room for German companies to stop doing business inside Iran. We mm -hmm. cannot have that. Uh, you look at what Iran does; uh, their human rights record, whether it's uh, working uh, to destabilize Syria. They've got uh, you look the, the the world's importer of of terrorism. They're a state sponsor of terrorism. They spend billions of dollars to spread terrorism around the world. Why would a country want to do business with them? So I think it's going to be uh, incumbent upon me to kind of explain to the German uh, businesses that they do not want yeah. to do business inside Iran. It's yep. just not right. درباره سفر آتی وزیر خارجه فرانسه به برلین و گفتگوهایش با وزیر خارجه آلمان در مورد رژیم آخوندی وزارت خارجه فرانسه طی یک اطلاعیه مطبوعاتی اعلام کرد در مورد رژیم ایران ژانی لودریان در دیدار با وزیر خارجه آلمان روی را که رئیس جمهور فرانسه برای شروع مذاکرات در هماهنگی تنگاتنگ با اعضای دائمی شورای امنیت و قدرت‌های اروپایی و منطقه‌ای تشریح کرده یادآوری خواهد کرد وزارت خارجه فرانسه در توضیح این روی کرد خاطر نشان می کند حفظ دستاورت های توافق اتمی همراه با کنترل فعالیت اتمی رژیم ایران بعد از سال 2025 برنامه بالستیک رژیم ایران و نقش این رژیم در منطقه به ویژه در سوریه و یمن مبانی روی فرانسه را تشکیل می دهند.